همه از خدایی به سوی خدا برنیم. به سوی خدا برنیم. خدا با ما حرف داره، گوشامونو باز کنیم. خدا با ما حرف داره، خدا با ما حرف داره. شاید قرار بود یک ماه فکر بکنیم به این که تو 11 ماه دیگه کیا شرمنده زن و بچه شونند، حتی برای یک سفره شام کیا مشکل دارند. شاید قرار بود یک ماه فکر بکنیم و نذاریم در 11 ماه دیگه دل کسی بشکنه و مردی شرمنده زن و بچهش بشه و کسی که بیماری توی خونه داره نگران مخارج بیمار خودش و درمان بیمار خودش باشه. شاید قرار بود یک ماه طوری زندگی بکنیم که 11 ماه دیگه به خدا نزدیکتر و نزدیکتر باشیم. شاید قرار بود یک ماه فکر بکنیم به این که تو 11 ماه دیگه قشنگ زندگی کنیم، تمیز زندگی کنیم، انسان زندگی کنیم. یک ماه خدا گفته بشین فکر کن، فقط دنیایی که ساختم برای پر کردن شکم خودت نیست، فکر شکمهای گرسنه باش. خدا با ما حرف داره، خدا با ما حرف داره، ماه رمضان با ما حرف داره، ماه رمضان زبان داره، داره با ما حرف میزنه. گوشامونو باز کنیم. این تمسخر احکام الهیه که ما ماه رمضان رو دنبال این هستیم که کسی چیزی نخوره تو این ماه. قرار 11 ماه دیگه دنبال کسایی باشیم که چیزی ندارن بخورن و آبرویی دارن که باعث میشه صورتشون سرخ بشه اما دستشون جلو کسی دراز نشه. کیا مشکل دارن؟ خدا با ما حرف داره. چیکار داریم میکنیم با احکام خدا؟ چیکار داریم میکنیم با این دین؟ واقعا ماه مبارک رمضان میاد و میره، چه اتفاقی میفته تو جامعه ما؟ چه طهارتی برای فرد و برای اجتماع ایجاد میشه در جامعه؟ کاش یه ماه ماه رمضان واقعی داشته باشیم. کاش یه ماه واقعا هممون روزه‌دار باشیم. بعد میبینید که 11 ماه دیگه سال چه عطری میگیره از ماه رمضان. ما اگه از مسیر درستش سراغ احکام نریم، به اون مقصدی که از اون حکم بوده هیچ وقت نمیرسیم. خیلی اتفاقا زشت به نظر میرسه، مسخره به نظر میرسه که روزه یعنی فقط نخور ننوش، همین. خب واقعا اگه نخوردن و ننوشیدن باشه، خیلی ها نون ندارن بخورن تو این عالم، خیلی ها یه قطره آبم گیرشون نمیاد بخورن در روز، روزه‌دار حساب میشن؟ اگه روزداری یعنی نخوردن و ننوشیدن، خیلی ها به صورت اجباری تو این عالم نه چیزی دارن بخورن نه آبی هست برای نوشیدن، اکثر اوقات تشنن، اکثر روزا گرسنن، اما روزدار حساب میشن؟ مثلا این نبود مقصود. ما اصل حکم رو نفهمیدیم و اون چیزی که نفهمیدیم رو به بدترین شکل ممکن اجراش میکنیم. آقا در ماه مبارک رمضان قرار خورد و خوراک مادی اولویت اول زندگیمون نباشه، چون در همه سال اولویت زندگیمون همین چیزاست. اون وقت ما چه کار میکنیم؟ هیچ کس از سر سفره سیر بلند نمیشه، همه با دل درد بلند میشن، از بس انواع و اقسام طعام‌ها رو میچینن اونجا و میخورن. خب این چه روزه ای شد؟ از این روزه چی گیر ما اومده؟ مگه روزه این بود؟ این چه جور روزه گرفتنیه؟ این بازی با احکام خداست، این تمسخر گرفتن احکام خداست. چیزی رو نفهمیدیم و به بدترین شکل ممکن داریم بهش عمل میکنیم. چی کار داریم میکنیم با احکام خدا؟ چی کار داریم میکنیم با این دین؟ خدا با ما حرف داره، خدا با ما حرف داره. خب روزه چیه؟ حقیقت روزه چیه؟ قله‌ای که باید برسیم بهش رو من براتون بگم، بعد ببینید این روش‌هایی که ما داریم میدیم ما رو به اون قله میرسونه. امام صادق علیه السلام فرمود روزه فقط نخوردن و ننوشیدن نیست، که شرایطی داره اگه محقق نشه اصلا طرف روزه‌دار نبوده.
این روایت امام صادقه. فرمود روزه تنها دست کشیدن از طعام نیست و شرایطی دارد که تنها با رعایت آنها روزه کامل می‌گردد. فرمود روزه‌دار دروغ نمیگه. چه روزه‌ای ما رو به اون نقطه میرسونه که زبانمون نتونه دروغ بگه و نخواد دروغ بگه؟ کسی که میتونه دروغ بگه و نمیگه، اینم هنوز راستگو نیست. راستگو اونیه که نمیتونه دروغ بگه، نه میخواد و نه میتونه دروغ بگه. روزه باید ما رو به این نقطه برسونه، به نقطه‌ای که دیگه دروغ نگیم. اینا اوجشه و روزه واقعی انسان رو به این قله میرسونه. نتونه روزه‌ای باید بگیریم که چشم ما رو اونقدر پاک کنه که طمع نداشته باشیم به ناموس مردم، به زندگی مردم، به موقعیت مردم، به مال مردم، به جان مردم، به آبروی مردم، به مال مردم، به آبروی مردم، به ناموس مردم. این قله‌ای که باید بهش برسیم. یه روزه‌ای باید بگیریم که ما رو به این نقطه برسونه. روزه باعث میشه که انسان‌ها با هم دعوا نکنن، جدال نکنن، نزاع نکنن. یعنی به یه نقطه‌ای برسم با احدی دعوا نکنم، حتی با اونی که با من دعوا داره. کسی که با من دعوا نداره باش دعوا نکنم که خب این هنری نیست. نه، میگه کسی قصد دعوا با تو داره، تو باش دعوا نکنی. تو نتونی نزاع کنی، نتونی خشمگین بشی، نتونی فحش بدی و ناسزا بگی، نتونی ستم کنی، نتونی بی منطق رفتار کنی، نتونی از یاد خدا غافل بشی. خدا با ما حرف داره. روزه‌ای بگیریم که ما رو به این معراج ببره، ما رو به این تکامل برسونه. یعنی ماه رمضان یک مقام معنویه، یعنی روزه دار به یک مقام معنوی میرسه. قرار نیست این مقام معنوی هم وقتی بهش رسیدی رهاش کنی. هر ماه رمضان تو رو به یک مقام معنوی میرسونه و تو اونجا میمونی و تو بر نمیگردی. این معراجیه که میری و بر نمیگردی ازش. معنی نداره انسان به یک مقام معنوی برسه و بعد برگرده از اون مقام معنوی. حالا ما روزه‌ای میگیریم که یک همچین طهارتی در شخص ما و در جامعه ما ایجاد بکنه. بابا اگه روزه اینجوری نمیگیریم، اینا روزه نیست که ما میگیریم، گشنگی و تشنگیه. اونم یک گشنگی و تشنگی بی منطق. وقتی زبان من باعث شکستن قلب کسی بشه، این زبان روزه‌دار نیست. من روزه‌دار نیستم. چه روزه یه گرفتی که هر معصیتی کنی روزه تو باطل نمیشه، اما اگه یه جرعه آب بخوری روزه تو باطل میشه؟ نه آقا، حقیقت اینه که هر ظلمی باعث ابطال روزه میشه، چون روزه گرفته بودیم که ظلم نکنی. روزه بگیری که ستم نکنی، یعنی ستم روزه رو باطل میکنه، چون روزه گرفته بودیم که ظلم نکنی، یعنی ستم روزه رو باطل میکنه. حالا این ستم به یک پرنده باشه، این ستم به همسرت باشه، این ستم به همسایت باشه، این ستم به فرزندت باشه، فرق نمی کنه. چون روزه گرفته بودیم که ظلم نتونی بی منطق رفت. شکستن دل انسانها روزه رو باطل نمی کنه؟ کندن یک برگ از درخت روزه رو باطل نمی کنه؟ سنگ زدن به یک پرنده روزه رو باطل نمی کنه؟ یعنی ستم روزه رو باطل می کنه. اینا احکام، چرا این احکامو نمیدونی؟ شکستن دل انسان‌ها روزه رو باطل می‌کنه. ماه رمضانه، دنبال این هستیم که آخ کسی روزه نخوره. ماه رمضان واقعی ماه رمضانیه که در ماه‌های بعد ما دنبال این باشیم که کسی گرسنه نباشه. ماه رمضان واقعی داشته. تو این ماه دنبال کسایی می‌گردید که دارن روزه می‌خورن؟ خب تو ماهای دیگه هم دنبال کسایی بگردید که ندارن چیزی بخورند و شرمنده بچه‌هاشون میشن، پول برای درمانشون ندارن، مسکن مناسب ندارن، پول برای دوا و دکتر ندارن، کار ندارن، شرمنده زن و بچه‌شونن. ماه رمضان واقعی داشته باشه. ماه رمضان واقعی باید روی 11 ماه دیگه سال تأثیر بذاره. به ما گفته نخور که از حال کسایی که ندارن بخورن آگاه بشیم. یعنی چی؟ یعنی ماهای دیگه تو نخ این باشید که سفره دیگران رنگین باشه، دل دیگران خوش باشه، دلشون گرم باشه. دنبال این باشیم که کسی گرسنه نباشه. آقا اگه نمیخوایم، اگه حوصله‌شو نداریم، اگه فلسفه‌شو درک نمی‌کنیم، بیایید رهاش کنیم. شاید یه عده پیدا بشن تو دنیا بخوان واقعا مسلمان باشن، انسان باشن، منطقی باشن، خدایی باشن. اگه حوصله‌شو نداریم، اگه فلسفه‌شو درک نمی‌کنیم، بیایید رهاش کنیم. خدا با ما حرف داره. شاید
قرار بود یک ماه فکر بکنیم به